ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نمایی و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرد، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر، امروز نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می‌دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهای ما بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزشمان در بازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. پیدایش مرز جنبش و ضد جنبش. شرایط سخت و دشوار عامل مرزبندی دقیق بین جنبش و ضد جنبش است. پیدایش مرز بین جنبش و ضد جنبش انقلاب خود دلیل بر تکامل مبارزه است، زیرا تنها در چنین صورتی است که برای فرصت طلبی و سازشکاری محلی باقی نخواهد ماند. فرصت طلبان و سازشکاران و آنها که به اصطلاح یکی به نل میزنند و یکی به میخ، مواضع خود را از دست خواهند داد و در این شرایط تنها مردان مصمم هستند که بار سنگین نبرد را به دوش میکشند و دارای قدرت ادامه نبرد و بسیج آگاه نمودن توده ها در هر گونه شرایط سخت میباشند. آیا درک این مسئله برای همه میسر است؟ مسلماً نه. تنها کسانی قدرت این کیفیت را دارند که به اندیشه علمی و اراده مجهزند.